DLC جدید Elden Ring Shadow of the Earth 3 قرار اول تیر سال 1403 منتشرش کنند. تا اون موقع من خودم رو واسه DLC آماده می کنم و جواب بعضی از سوالام هم از تریلرش گرفتم. توی این ویدیو تک تک صحنه ها و معانی تریلر رو بررسی می کنیم و تمامی سوالایی که میازاکی بهشون جواب داده رو هم با هم می بینیم. کاملترین بررسی تریلر. اگه میخواین تمامی اطلاعاتی که میشه از تریلر کشید بیرون و ببینین، این ویدیو مخصوص شماست. اولیش سایز DLCه. 2 سال روش کار کردن و پلیرها انتظار دارن یه DLC بزرگ رو ببینن. توی استیم سایز DLC رو زدن 60 گیگ، تقریبا 25% بزرگتر از خود Elden Ring. این یعنی محتوایی که توش چپوندن خیلی خیلی زیاده. فرام سافتور معمولا بعد از عرضه بازیاش چند تایی DLC هم واسه شون منتشر میکنه. 3 تا واسه دارک سولز 2 و 2 تا هم واسه دارک سولز 3 عرضه کرد. بلادبورن و دارک سولز هم بزرگترین DLC ها رو داشتن و اینطوری بودن که میشد توشون کلی سلاح و دشمن جدید دید. Elden Ring هم به گفته سازنده‌اش بزرگترین DLC رو بین تمامی بازی‌های قبلیشون قراره واسش منتشر کنن. همچنین گفتن که جهان DLC سایزش تقریبا برابر با منطقه لیمگریوه، یکم بزرگتر. وقتی اینو گفتن من یکی خیلی تعجب کردم. سایز DLC حتی از خود بازی بیشتره، ولی بزرگیش به اندازه لیمگریو که یکی از مناطق بازی اصلی هستش. ولی خب بیشتر این مصاحبه ها ممکنه کاملا درست نباشن چون هی دست به دست میشن. از اون طرف بعضی از سازنده ها سایز دقیق بازی رو نمیگن چون ممکنه پلیرها ناخواسته هایپ بشن و بعد از دیدن DLC ازش ناامید بشن. سایز و کلن تمامی اطلاعاتش رو یکم کمتر اعلام میکنن تا موقع انتشار دیگه کسی گله‌مند نشه. من فکر میکنم این DLC بیشتر مثل DLC بلادبورن باشه، طوری که بتونیم توش کلی آیتم جمع کنیم و مناطق جدید باحالی هم توش ببینیم که ارزش گشتن دارن. وبسایت خود بازی نوشته که مپ DLC یکی از پهناورترین است. اینو هم تایید کردن که توش میتونیم کلی غار پیدا کنیم و بگردیمشون. این یعنی سازنده ها درسته مپ DLC رو کوچیک‌تر از بازی اصلی ساختن، ولی این دفعه فضاهای بازش کشک نیستن. گوشه گوشه ی جهان DLC ارزشش رو داره بگردیمشون. بلادبورن DLCش اینطوری بود که 4 تا منطقه جدید به بازی اضافه کرد که کلی هم روش کار کرده بودن. از اونجایی هم که سازنده ها فکر میکنن پلیرای Elden Ring تا الان دیگه رفتن رو نیو گیم پلاس، گفتن که سختی DLC برابر با سختی مناطق اواخر بازی. اما بذارین بریم سراغ محتوای اصلی DLC. تریلر کلی دشمن و باس جدید به اضافه سلاح‌ها و اسکیل‌های معرکه رو معرفی کرد که قراره ببینیمشون. بذارین درباره یک یکشون صحبت کنیم. اما اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین، با لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین. ولی سازنده ها گفتن که DLC 10 تا باس فایت جدید داره. حالا معلوم نیست که این 10 تا شامل باسهای فرعی هم میشه یا فقط منظورشون باسهای اصلی بوده که میشه توی خط داستانی دید. به نظر من همین باسهای اصلی 10 تا باشن، چرا که خود لیمگریو تقریبا 30 تا باس داشت که این شامل باسهای فرعی هم میشدن. از اونجایی هم که تایید کردن کلی غار میشه توی DLC دید، پس احتمال زیاد این 10 تا باسهای اصلی و سخت DLC باشن. از اینکه 10 تا باس کاملا جدید توی خط داستانی میبینیم خیلی خوشحالم، ولی بیشتر به خاطر اینکه گفتن 8-9 سلاح جدیدم به DLC اضافه کردن خوشحالم. نسبت به بلادبورن واقعا خیلی بهتره. خود بازی 10 نو سلاح مختلف داشت و الان 8 تا دیگه هم میخوان بهش اضافه کنن. این یعنی احتمالاً اسکیلای جدیدم بتونیم واسه سلاحامون بگیریم که این شامل سلاحای تن به تن و دوربرد میشه. همچنین بهمون گفتن که مراحل DLC رو با قدرت‌های جدیدتون پشت سر بذارین. منظور این میتونه هم سلاح‌های جدید بازی باشه و هم قدرت‌های جدیدی که میشه از گریت رونا گرفت. اگه منظورش گریت رونا باشن واقعا فوق‌العاده است. معلوم نیست چه قدرت‌های ویژه‌ای رو میتونیم با استفاده ازشون واسه کاراکترمون بگیریم. دقیقاً مثل بازی‌های قبلیشون واسه Elden Ring هم میشه انتظار داشت که DLCش کلی تالیسمن و آرمور جدیدم بهش اضافه کنه. خود لیمگریو 18 تا NPC و 40 تا دشمن و کلن جمع اشاوارها و تالیسمنها و بقیه آیتماش هم به بیش از 100 تا میرسید. اگه DLC هم این تعداد NPC و دشمن داشته باشه که بتونیم با آیتمای جدید نفلشون کنیم واقعا خارق‌العاده است. اینطوری DLC رو داریم که درست سایزش کوچیکه، ولی بس که محتوا توش چپوندن میتونه کلن نحوه پلی دادن خود بازی اصلی هم تغییر بده واسمون.
اما حالا بذارین بریم سراغ بررسی صحنه به صحنه DLC. صحنه اول خودمونیم که داریم راهی که میکلا رفته رو دنبال میکنیم، دقیقا همونطور که یکی از تصاویر DLC میکلا رو نشون میده. همچنین در آخر مسیرمونم یه درخت جدید رو میبینیم که انگار داره نور رو از جهان بازی میگیره و یه جورایی مثل یه پرده عمل میکنه. ممکنه یه ورژن دیگه از ارتری باشه. جو منطقش هم به لطف سنگ قبرها و جنازه‌ای که توش داره منو یاد قبرستون میندازه بیشتر. تو صحنه بعدی هم یه آرمور جدید تنمونه که به نظر سنگین میاد و شباهت زیادی هم به ست کریان نایت داره. علاوه بر این یه علامت هم میشه مقابل کاراکتر دید. این میتونه علامت جدید گریس پوینت هامون باشه یا میتونه یه گریت رون باشه، چون شباهت زیادی به گریت رون رنالا داره. صحنه بعدی هم غروب خورشید رو نشون میده و میتونیم بازم یه آرمور جدید و یه گریت سورد جدید رو دست کاراکترمون ببینیم. احتمالش زیاده که این آرمور رو بتونیم از یکی از NPC های DLC دریافت کنیم. صحنه بعدی بازم یه کاراکتر دیگه است که آرمورش جدیده و خیلی خیلی هم سنگین به نظر میاد. بیشتر منو یاد سنتینلا توی بازی اصلی انداخت. به هر حال کاراکتر یه کوزه ی آتشین بزرگو گرفته دستش که توی تریلر معلوم شد میتونیم پرتش کنیم سمت دشمنامون. صحنه بعدی جذابه ولی، چون بازم یه ست جدیدو میبینیم که شامل یه ماسک هم میشه. گلهایی که توی منطقه وجود دارن هم مثل گلایی هستن که میشه توی منطقه مالنیا دید. یه آرمور جدید و یه منطقه جدیدو میشه اینجا دید کلاً. هویت کاراکتری که مرده هم معلوم نیست. صحنه بعدی هم داخل یه ساختمون بزرگو بهمون نشون میده که توش چندین کریستال بنفش افشم واسه روشنایش قرار دادن. روی یکی از صندلی‌ها هم کاراکتری نشسته که خیلی خیلی منو یاد رنالا انداخت. این دفعه کلاهش کوچیک‌تره ولی احتمال زیاد بتونیم آرمور این کاراکتر رو هم از آن خودمون بکنیم. صحنه بعدی هم خودمونیم که داریم از یه مرداب سمی و در عین حال آتشین رد میشیم. میازاکی انگار خیلی از مرداب سمی خوشش میاد. احتمالاً مردابای زیادی داشته باشیم توی DLC. صحنه بعدی هم قاب عکسیه که توش یه زنو میبینیم که یکی از دستاشو گذاشته روی شونه یه مرد. خیلی معلوم نیست زن کیه. ممکنه فیا باشه که دستشو روی شونه همسرش گذاشته. معلوم نیست. صحنه بعدی هم دوباره خودمونیم که رفتیم زیر زمین، جایی که پر از کوزه های غول پیکر و چون تاریکه با یه مشعل بهش وارد شدیم. ممکنه جایی باشه که کلن مربوط به نحوه ساختن کوزه میشه. غار بزرگی که میتونیم توی یکی از مناطق جدید بازی بهش وارد شیم. همچنین یه تصویر دیگه هم هست که منو خیلی سری یاد والکنو منر انداخت. از اونجایی که تم خود DLC هم آتشینه، پس میشه انتظار داشت که این منطقه در نزدیکی درخت اصلی DLC قرار داشته باشه. تصویر بعدی هم قلعه بزرگی رو نشون میده که دیوارای سفید و کلی ستون داره و احتمال زیاد یکی از مناطق اصلی بازی باشه. قسمت بالایی قلعه رو اگه بهش دقت کنین میبینین که سیاه شده و داره تبدیل به خاکستر میشه و یه جورای ناپدید میشه. صحنه بعدی هم یکی از دشمنای بازی رو نشون میده که میتونه از اتکای استفاده کنه که به منطقه دمیج میدن و واسه ساختنش هم از ویکرمنای زمان قدیم الهام گرفتن. صحنه بعدی یکیش یه دشمن کرماننده و بعدیش هم باسیه که میتونه هم از استت مرگ استفاده کنه و هم سائقه های بازی. این بیشتر منو یاد تریلرهای بازی ووکانگ انداخت، نمیدونم چرا. پای باس هم مثل پای مارگیته. این یعنی باس از خانواده اومن ها هستش. در آخر هم یکی از مهمترین شخصیت های DLC رو میبینیم، مسمردی ایمپیلر، که میتونه از اسپلای آتشین بازی استفاده کنه که انگار اسپلای بلات هم باشون ترکیب شده. صحنه بعدی هم خودمونیم که داریم توی یکی از مناطق زیرزمینی با یکی از دشمنای جدید میجنگیم و با سلاح جدیدمون توی حرکت سوم یه اتک سریع به پهلوی دشمن وارد میکنیم. واسه این کار یکی از سلاحامونو هم برعکس گرفتیم دستمون. صحنه بعدی هم یکی از اسکیلای جدیدی که مربوط به پرتاب خنجر میشه رو به تصویر میکشه و یکی دیگه از دشمنای جدید بازی که یه کویور دستش رو هم گیج میکنه با ضربه چهارمش. صحنه بعدی هم یه اسپل جدیده که از انفجار تعداد خیلی زیادی پروانه انجام میشه و ممکنه یه ربطایی هم به میکلا داشته باشه. صحنه بعدی هم خودمونیم که با استفاده از یکی از اسکیلای بازی مثل انیمه ها روی هوا معلقیم و داریم پشت سر هم به یکی از دشمنا لگد میزنیم و گیجش میکنیم. دشمن جدیدی که یه توین بلید جدیدم دستشه. تصویر بعدی هم باز خود پلیره که یه آرمور جدید تنشه و با استفاده از یکی از کراسبوهای بازی پشت سر هم تیرهای انفجاری شلیک میکنه. همچنین یه اسپل مثل همونایی که توی بازی اصلی بود داریم اینجا، که
که این دفعه میشه از سر یه خرس به جای اژدها واسه دمیج دادن استفاده کرد. صحنه بعدی هم یه سامورایی رو نشون میده که احتمال زیاد داره با یکی از خواهرای ملیسند توی منطقه‌ای که پر از گل‌های آبی فایت میده. آرمورش هم جدیده باز. یه دشمن دیگه هم داریم که سواره گرازه و سلاحش هم سائقه بنفش از خودش ساطع میکنه. این سائقه رو احتمالاً بتونیم توی DLC بگیریم. آرمورش هم همینطور. همچنین یه اسب آبی رو هم دیدیم که روی آب حرکت میکنه و میتونه از پشت سرش یه سری اتکای سائقه‌ای بزنه. تصویر بعدی هم یه باس آلبناریک هستش که سواره یه اسب بیجونه و میتونه از قسمتی از دستش که مثل بومرنگ میمونه به عنوان سلاح استفاده کنه. وقتی به آخرای تریلر نزدیک میشیم هم یه دشمن دیگر رو میبینیم که احتمال زیاد داره خودش رو با یه شمشیر ادغام میکنه. توی تصویری که مربوط به مسمره هم میتونیم چند تا از اتکاشو ببینیم و خودمونم این وسط سلاحی که ترکیبی از یه شیلد و توین بلید دستمونه. در آخرش هم از بال کروسیبل نایت ها استفاده میکنیم که این یعنی بالاخره به بازی اضافهش کردن، شاید به عنوان یه عشاوار یا یه قدرت ویژه دیگه. در آخرین تصویرم میکلا رو میبینیم که مقابل شادو تری وایساده، یعنی درخت سایا. کیف میکنین بچه ها؟ یه نکته دیگه که باید توی DLC بهش توجه کنیم هم درجه سختیش و تأثیر لولمون روی باس هاش هستش که با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهش رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.